کاکتوس. سلام برای بچه‌ها، خوش اومدید به برنامه کاکتوس شو. امروز ویدیو جدید داریم با هانی جون عزیز. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و تشریف آوردی. سلام، مرسی از دعوتتون. پس بزن بگم خوش بگذارونیم دیگه. آماده همه سوالا هستی دیگه؟ قبلا هم ویدیوهای ما رو دیده و تجربه قبلی داره. اینم اول ویدیو بگم بچه‌ها، اگه جریمه نگرفت سر این جریمه. چرا لوم میدی؟ خب الان خب لوم بدم، چون که بعضی بقیه هم که نگاه کرده بودن، بعضی هم میان میگن ما اصلا نگاه نکردیم، بعد میان یه دفعه. آقا من اصلا نگاه نکردم، چرا من اومدم خودم رو لو دارم؟ چرا همیشه کار دست خودم میده ها. آره خب برابط، من به بقیه توضیح بدم برای ویورایی که جدید دارن نگاه میکنن. 10 تا سوال اولو اجازه داری توضیح بلند بدی، یعنی مثلا میخوای انتخابی که انجام دادی یا سوالی که جواب دادی اجازه توضیح هم داری، ولی 10 تا سوال بعدی رو یه بخش سونا خشک داریم. 10 تا سوال بعدی اینجوریه که شما باید دو گزینه ایه و فرصت فکر کردن ندارید، ساعت 3 ثانیه بعد جواب بدی. 3 ثانیه بیشتر بشه جریمه رو گرفتی. من خودم اینجا با انگشتام انشالله که جریمه نمیگیرم، نشون میدم که چقدر مونده. اوکی لتس گو. سوال اول، آماده ای؟ بله. البته اینم بگم بچه‌ها، قبلش ما به افتخار هانی پینک هر دوتامون پینک پوشیدیم. صورتیاتون چرکه. صورتی اینه، صورتی من رنگیه. اوکی. دمتون گرم. حاضری اکانتت بعد بند بشه یا 10 تا از آخرین عکسای گالریت رو کسی ببینه؟ یعنی تو 10 تا از عکس آخر گالریمو کسی ببینه. اگر اتاق در حال آتش گرفتن باشه و فقط بتونی 3 وسیله تو از اتاق برداری، چه چیزایی رو نجات میدی؟ چه چفایل هایی رو بند داری؟ کارت آب بانک هم، گوشه موبایل هم، شارژرم. چرا؟ بقیه چیزا رو میتونم بعدم بگیرم، ولی بقیه رو خبر بدم گوشیم اتاقم ترکید. آره گوشی برای من قابل درکه، ولی خب حس چیز کارت بانکی رو میشه دوباره گرفت، یعنی یه چیز با ارزش. خب نمیدونم، تنها چیزی که اون لحظه میخوام من تاکسی بگیرم تا یه جا برم به ذهنم میرسه آب بانک. حالا نمیتونم برم شناسنامه من داره اونجا میفوزه. آره تاکسی هرچی بکنم کارت استفاده میکنم، ولی اون لحظه کیفمو بزنم زیر بغلم برم بیرون. میکنم نه من باشم واقعا موبایلمو به یکی خبر بدم، آبر بانک هم به خود هم فرداش با کیس میتونم برم کیس بخرم با آبر بانک، ولی یه هفته باید برم دنبال آبر بانک بگردم شناسنامه فوختمو پیدا کنم که آبر بانک رو بهم بدن. اینم واقعا حرفی بود. خب قانع شدم. از 1 تا 10 به خودت جذابیتت فکر میکنی چنده؟ 10. بچه‌های پشت پرده دست بفرستید. این بعد گاته عالی بود. سری دست نزدی؟ دست بزنم؟ دست بزن. سال 4، تا به حال دزدی کردی؟ اگه آره کی؟ و اگه نه به فرض که انجام میدی و فکر میکنی کسی میفهمه اونو یا نه؟ سال اول راهنمایی بودم، حالت اردوهای مدرسه ای رفته بودیم. رفته بودیم سمت کاشان، تو حمام این کاشان من تو باغش یه لاک پشت دیدم. خب من لاک پشت اینقدر بود، خیلی بزرگ بود، گذاشتم تو کوله پشته، میگفتم خواهم خونم اون بزرگش کنم، بایدام چجوری میخواستم بزرگترش بکنم. و مدیر مدرسه لاک پشته پیچید تو کل اون اونجا که این لاک پشته گم شده، لاک پشته تو کیف من بود، دزدیده بودمش. ولی خب به نیت دزدیدن نداشتم، فکر کنم اونجا آزاده. دزدی من یه لاک پشت بود. خیلی خوب بوده، یعنی جاندار زنده بوده. آره من کلا با حیوانات همیشه درگیرم. اسم دوتا از نرم افزارهایی رو ببر که باشون عکس بر، یعنی عکس میگیری باشون، و هدفت هم بگو که چرا با اونا عکس میگیری و با دور نرمال عکس نمیگیری. من هیچ وقت از نرم افزاری که واسه عکس گرفتن خوشم نیومده. من همیشه گوشیم آیفون بوده، از سری اول آیفون. یه قابلیت داره عکسو میتونی خب راحت باهاش نورشو عوض کنی، ادیت کنی اینا. همیشه هم با همه دوستام سر جنگ داشتم راجع به نرم افزارا. اینو بگم، این برنامه هستش که خارج از کشورم خیلی استفاده اینو جه زد اسنپ چت. با اسنپ چت ویدیو از خودم میگیرم. اسنپ چت خب یه فیلتر جالبی میندازه روی عکس، ولی عکس خالی با هیچ عکسام نمیگیرم با اسنپ چت. عکسی هم که حتی با کامرا گرفتم ریختم تو گوشی با قسمت اون اپل ادیتاش خیلی خوبه. نور
سرش یه ذره بالا پایین کردم. یعنی هیچ دختری نمیاد این وسط گردن بگیره، من با اسناپ چت عکس میگیرم که خوشگل تر دیده بشم. اوکی سوال بعدی. تا حالا شده چیزی رو خراب کنی یا بشکنی و بعد گردن نگیری یا گردن کسی دیگه بندازی؟ آره خب چی بوده؟ یه دونه شو خیلی چیزا بوده. آخرین شکل خرابکاری که کردم یه شمه انقدی داشتم خیلی بزرگ بودم اینه که تو شیشه هستم. خب. شمه توش فوخته بود، دور دیوارم پر شم بود تو این شیشه پیرکسیا. خب. بعد میخواستم مثلا شمه آب بشه، هر هیچ چیزی به ذهنم نرسید که پارافین آب کنم، گذاشتمش تو مایکروویو به خونم، اون شمه ترکید کلش مایکروویو شد چم و به بابام میگفتم بابا خجالت نمیکشی شمو میذاری تو مایکروویو؟ مامانم هم فقط بیچاره شم پارافین. مطمئنی دوست داری اینو بذارم تو ویدیو؟ آره خب. آره مامانم میدونه این خرابکاری یا کار منه، ولی مامانم اینجوری میکنه نگاه کن بابات واقعا چه کارایی میکنه. بابات اصلا یه کارایی میکنه فکر نکرده. بدبخت باباها. بابا همه چی گردن میگیره. بنده خدا گردن نگیره دعوا میشه بین دوتا خانوم افتاده، میدونی چه میگن؟ شما هم که گردن گیر خراب. اگه میتونستی یه قانون به کل دنیا اضافه کنی که همه باید اونو انجام میدادن چی بود؟ احترام شدید به حیوانات. سوسماس داشت. سوسماس گلمون یرسه چک گل. چه تغییری میکنی وقتی از کسی خوشت میاد و میخوای جلب توجه کنی جلوش؟ میخوام جلب توجه کنم. سوال یه ذره سخته. خیلی پرحرف میشم. خب. حرف از در و دیوارم میزنم یوهو انگار مثلا میخوام خودم نشون بدم. میخوام اینجوری میشم. نمیدونم چرا. بعدش هم میام خونه دختر لازم نبود اینقدر پرچونه. همینجوریش آدم پرچونه پرحرف نیستم. فکر کنم موقع چی میشم؟ میگم مثلا کلا مجلس رو دستم میگیرم. فکر میکنی اگر پسری بودی به این درجه از کارت میرسیدی یا نه؟ یعنی اگه پسر بودی به این درجه کاری که به این فرصت، چون من میدونم تو آپارات، چون خودم یه مدتی دارم کار میکنم دیدم که چقدر سری پیشرفت کردی و سر همین میگم اگه فکر میکنی پسر بودی خب. آیا با رنگ صورتی اینقدر پیشرفت میکردی یا نه؟ آره شوخی میکنم رنگ صورتی با رنگ صورتی آره نه. من اگه پسرم بودم واقعا ببین خب ببین یه چیز داستانی که ما داریم خیلی جالبه که چرا رنگ برای رنگ هاش جنسیات تعیین میکنید؟ به خدا واقعا پیش نمیاد. چرا رنگ واقعا مگه جنسیت داره؟ دختر و پسر داره؟ یه جوری مثلا میگه پسری که صورتی بپوشه بابا من خوبه. من با بابا خیلی تیشرت صورتی می‌خرم. آمازون صورتی سفارش میدی فقط بیار. آخرین سوالش اینه که شما اجازه داری از ما سوال بپرسی. یعنی یا میتونی یه سوال بپرسی که دوتاییمون بعد جواب بدیم یا یه سوال که اول یکی پارسا یکی من جواب بدم. سجاد ایران نیستی؟ نه. همین بود سوال. چرا پلتفرم آپارات رو انتخاب کردی برای استریم کردن؟ سوال قشنگی بود. از اونجایی که میدونستم قبلا کسای دیگه بودن که توی یوتیوب کار گیمینگ رو شروع کرده بودن، واسه همین ترجیح دادم که برم و یه جایی کار کنم که فارسی زبون بیشتر باشه، یعنی آپارات. و من در اصل هدفم استریم کردن نبود، هدفم ویدیو گذاشتن بود و درآمدزایی از ویدیو که خدا رو شکر بعد از 6 ماه 7 ماه اول خیلی سریع رسیدم به اون قضیه. و سر همین قضیه که الان مثلا ویوورای یوتیوب هم حتی مدیون خود آپاراتم، یه جورایی بعضیا هستن هی دایرکت میدن هی کامنت میذارن که مثلا دوست نداریم از آپارات بری و اینا، واسه همین هنوز آپارات موندم. چون ولی خب کنارش هم یوتیوب انجام میدم، چون الان خودت میدونی با وضعیت یورو و دلار اصلا دونیتی که از اونور میشه یا من پولی که از ویدیوهای توی کانال آپاراتم در میارم مثلا یه مقداری که میشه واقعا بخوام به یورو در بیارم به اینجا اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی خیلی کمه. واسه همین یوتیوب رو دارم انجام میدم که درآمدزایی یه بالاتری از یوتیوب داشته باشم، ولی وابسته به آپاراته. یعنی آره. هرچی بهش میگیم بیاد رو یوتیوب میگه نه. ببین ولی من واقعا خودم ایرانی بودن آپاراتو ببین اصلا احساس کنم بفهم مال خودمه، بابا کشور خودمه دیگه، حال نمیده به هم. آره. من خودم واقعا خب این داستان زیاده، خب چرا نمیره تویچ؟ آره من نمیدونم بابا، مثلا راحت مسیج میدیم
من فلان چیم فلان مشکل رو پیدا کرده به زبان فارسی و روان خودمون قشنگ می‌نویسی مشکلت. آره مشکلمون هر مشکلات میشه. دیگه هست دیگه، حالا مثلا نمیشه بعضی کارا رو کرد اونا ببین هست. خیلی آره اینا هست ولی واقعا اینش میاد و الان مثلا داریم استریمرایی که میگن ما از تو هیچ مثلا مشکل خوردیم به مدت 10 روز بنیم. خب آره. میگم چه ایرادی داشتیم؟ میگه نفهمیدیم چی نوشتن. آره آره متوجه نشده مثلا چه کارش ایراد داشته حتی. آره. واقعا سوال از پارسا. پارسا چند سالته؟ من همین سال. آره خب چند میخوره؟ چند میخوره؟ این دختره جواب ده چند میخوره؟ چند سالته؟ من 18 سالم. و چی میخونی؟ یه ویدیو ازت دیدم گفتی دارم میرم مدرسه. یه ویدیو از تو دیدم روز اسباب کشی دارم دنبال فجات میگردم. او خیلی مدرسم دیر شده. بدبخت شدیم پارزا. دارم واسه دیپلم میخونم. خب وارد بخش سونا خشک شدیم. بخش جذابی که من عاشق این بخشم چون که همیشه من جریمه نمیگیرم. از استریمرها تونسته که جون سالم به در ببره و کلی سوالا رو جواب بده. من شده فکر نکرده بگم این جمله رو این توتو تکرار کنم بذارم باشه توتو تکرار میکنم جریمه پوشک من نمیگیرم. اینجوری نیست که مثلا بگی اولی دومی، نه اینجوری نه نه این تو این حرفی که بعد این توتو تکرار میکنم همونو باید بگی. آره بدون آرایش بری استریم کنی یا به جای بازی؟ بدون آرایش برم استریم کنم. اوکی. بازی داستانی یا بازی آنلاین؟ بازی داستان. خیلی چیز دقیق چیز آخرین لحظه جواب دادی. اوکی کاراکترتو بسازن تو یک بازی یا با اتاق یه اتاق گیمینگ مثل نینجا داشته باشی؟ یه اتاق گیمینگ مثل نینجا داشته باشم. بر اساس برگرفتگی جلوی استریم بمیری یا قضا بپره تو گلوت خفه بشی؟ قضا بپره تو گلوت خفه بشم. هیچ موقع اجازه نداری لاک بزنی یا هیچ موقع اجازه نداری موهاتو کوتاه کنی؟ هیچ موقع اجازه ندارم لاک بزنم. دوست داشتی جی تی ای تو دنیای واقعی باشی یا دنیای واقعی تو جی تی ای؟ دنیای واقعی تو جی تی ای. کراشت عشقت یا سیستم گیمینگ؟ سیستم گیمینگ. با یه مجسمه کاکتوس عکس بگیری یا با یه کیک؟ با یه کیک. عصبی که میشی نشون میدی یا نشون نمیدی؟ نشون نمیدم. پارسا یا سجاد؟ چیچی نشنم به خدا نشنم نشمار چیچی سجاد چیچی سجاد کاراکتر سجاد چی گفتی نشنم. سوال جوری طراحی شده بود که نشنم. مریضی پارسا سجاد چون استریمره آقا پرس فرستیم همکاری ما پارسا. من دوباره سوال رو نپرسیده بودم ولی گفت جواب داد. من ببین به قرآن به من دیگه تو انگار دیدی رو مغزه دوباره مثلا یه ریتمش میاد هی ریتم مغزش هم سچ میکرد. من شنیدم قسمت های قبل کاکتوس شنو نهیده بودی. خب بابا به قرآن نشنیدم یا ریتمش الان یه یه دفعه دیگه پارسای فجاد. جریمه بده رو نمیدم بهت. خب یکی جریمه آسونه رو میدم. یه جوک کاملا بیمزه کاملا بیمزه باید تو استوریت خودت بعد از خودت بگیری و بعد آخرش که مثلا تعریف کردی کلی باید بخندی انگار خود خیلی باش حال کردی و کاملا باید طبیعی باشی. جوکش خودت میگی؟ من واقعا چی سرچ کنم بنویسم جوک بیمزه؟ خورد به نهده میخوره نهده برمیگرده. نه این نه نه مثلا اینجوری بگو نشسته بودم میخواستم استریم کنم این ور نگاه کردم دیدم موسم نیست اون ور نگاه کردم دیدم هست و با این کلی بخندی انگار که مثلا جوک گفتی. اوکی من کلی بهمون خوش گذشت و سوالامون تموم شد اینجا. امیدوارم که بهت خوش گذشته باشه. فقط ما همیشه آخر کاکتوس شوامون ازت درخواست میکنیم که یکی از استریمرهایی که باش آشنایی نزدیک داری رو بتونی به کاکتوس شو بعدی ما دعوت کنی. پیکسی رو ما زمین اندازی یا پریسا؟ به پریسا میگم ببینم چی میشه. تازه استریم رو شروع کرده پریسا ولی مشاله پر قدرت اومد و جلو و یه هفته استریم برگزیده رو گرفته. دیدین دیگه کار بچه ما رو. آفرین. به پریسا میگم. به پریسا میگی بعد رو زمین اندازی بعد باشه. پس قول اینو گرفتیم از هانی که پارت بعدی کاکتوس شو با پریسا باشه
و مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی، بهمون خیلی خوش گذشت. مرسی یانی که اومدی و تا برنامه بعدی. عزیزم قربونت، خدافظ.